در حالی که شرایط اقتصادی مردم روز به روز وخیم‌تر و سفره آنها به خاطر گرانی‌های عمدی و همچنین گرانی‌های ناشی از کمبود ارز و گرانی دلار کوچکتر می‌شود، دولت از برگزاری جلسه با سران قوا برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خبر داده است. جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که دوشنبه بعد از ظهر با حضور رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس برگزار شده است، پس از آن برگزار شد که رئیس جمهوری از چند روز قبل وعده گشایش اقتصادی را به مردم داده و اعلام کرده بود که روز دوشنبه در تصمیمات مهمی که اتخاذ خواهد شد، در وضعیت اقتصادی کشور گشایش جدی ایجاد خواهد شد. این جلسه قرار بود موضوع پیش فروش نفت به مردم را مورد بررسی قرار دهد و از این طریق ضمن جمع‌آوری نقدینگی ارزی و دلاری مردم در قالب پیش خرید نفت، نفت را نیز به فروش برساند و از درآمد حاصل از آن برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده کند. اقدامی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است. برخی از تحلیلگران واگذاری سهام نفت به مردم را در تضاد با ملی شدن صنعت نفت دانسته و تأکید کردند که واگذاری سهام نفت به مردم و ورود مردم به بازار سفته بازی نفت که در نهایت به سهامدار شدن شرکت‌های خصولتی من جمله سپاه و دیگر نهادها خواهد انجامید، می‌تواند ملی بودن صنعت نفت را با چالش جدی مواجه سازد. رئیس جمهوری نیست در جلسه سران قوا با تاکید بر اینکه دولت اجازه نخواهد داد توطئه دشمنان به ثمر بنشیند، بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی در خصوص رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده است. در همین حال همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز هدف از اجرای این طرح اقتصادی را که رئیس جمهوری آن را طرح گشایش اقتصادی نامیده است، مدیریت نقدینگی و تأمین مالی در بازارها عنوان کرده است. بنا به گفته تحلیلگران، بر اساس این طرح که به پیشنهاد مرعشی فعال بازار سرمایه در جلسه اقتصادی با رئیس جمهور به وی پیشنهاد شده است، قرار است تا 200 میلیون بشکه نفت به صورت پیش فروش در بازار سرمایه به مردم فروخته شود و زمان فروش هر سهم 2 سال بعد باشد. این در حالی است که ریسک بازار سرمایه با توجه به تصمیمات خلع و صایع دولت روز به روز بیشتر در حال افزایش است و در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و تحلیلگران بازار با ابراز نگرانی نسبت به آینده قیمت سهام نفت که به صورت پیش فروش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، تأکید دارند که گرچه این احتمال وجود دارد که با گشایش در بازار نفت سود کلانی در اختیار سرمایه گذاران نفت باشد، اما شرایط ریسک بازار به گونه است که ممکن است ریزش گسترده ایرانیز در سرمایه گذاری مردم در نفت ایجاد کند. هرچند میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تضمین کف قیمتی سهام خریداری شده توسط مردم اختلاف نظر است و بانک مرکزی برخلاف وزارت اقتصاد معتقد است که قوانین بازار بورس در آن حاکم باشد و سود و زیان به عهده خریدار باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در گفتگو در خصوص احتمال واگذاری نقش نظارتی مجلس در انتخابات شوراها به شورای نگهبان اظهار داشت. نمایندگان مجلس از شورای نگهبان خواستند با توجه به اینکه مجلس سازوکاری برای نظارت مؤثر بر انتخابات در اختیار ندارد، بهتر است که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود. وی در این حال تأکید کرد شورای نگهبان با نظارت انحصاری بر انتخابات مخالف است و اگر در طرح مجلس چنین چیزی لحاظ شده باشد، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که بسیاری از تحلیلگران به این استناد می کنند که نظارت بر انتخابات به عهده وزارت کشور و دولت نهاده شده و در خصوص انتخابات شوراها هم می تواند نظارت به عهده وزارت کشور باشد و نیازی به واگذاری این نقش نظارتی به شورای نگهبان نیست.
کت خدایی همچنین الکترونیکی شدن انتخابات را اقدامی عادی دانست و اظهار داشت این سرعت دهی تنها به دلیل شیوع کرونا است و هدف اصلی صیانت از آرای مردم است. کت خدایی همچنین یادآور شد مجوز برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شده است، اما در این حال تاکید کرد این مصوبه هنوز در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است. وی افزود با توجه به کم بودن حوزه‌ها به احتمال زیاد تمهیداتی برای حفظ فاصله فیزیکی صورت خواهد پذیرفت و تلاش خواهد شد تا از اجتماعات نیز جلوگیری شود. کت خدایی در بخش دیگری از اظهاراتش به طور تلویحی احتمال تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد را رد کرد و خطاب به کسانی که پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند خواست بار دیگر کاندید نشوند. وی همچنین احتمال دیدار شورای نگهبان با احمدی نژاد را رد کرد و ضمن رد شایعات در خصوص دیدار اعضای شورای نگهبان با وی گفت شورای نگهبان به این زودی‌ها دیداری با وی نخواهد داشت. این در حالی است که حامیان احمدی نژاد در پی انتشار سخنان کت خدایی با انتشار نقل قولی از طرف مدرسی یزدی، یکی از فقهای شورای نگهبان، اظهار داشتند که وی عنوان کرده ممکن است فردی در یک دوره توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود و در دوره بعدی صلاحیت او مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. احمدی نژاد فکر می‌کند در خلأ محبوبیت برای کاندیداهای اصولگرا او می‌تواند نقش بهتری برای جذب آرا داشته باشد و شورای نگهبان ممکن است مجبور شود صلاحیت وی را تایید کند. در پی اظهارات فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص این موضوع که بسیاری از اموال بنیاد در اختیار نهادها و اشخاص قرار دارد و این افراد و نهادها این اموال را در اختیار بنیاد قرار نمی دهند تا آنها را به فروش برساند، واکنش ها به این اظهارات همچنان ادامه دارد. در پی این اظهارات سردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در واکنش به این اظهارات با اشاره به اینکه سپاه برای استرداد زمین و سوله موسوم به ملک جماران پیش قدم بوده و از مدتی پیش با معاونین بنیاد برای واگذاری آن به توافق رسیده اظهار داشت واگذاری ملک و مکانهای مورد نیاز برای اجرای ماموریت‌های سپاه و نیز سازمان‌های دیگر بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور صورت پذیرفته است. وی اظهار داشت این ملک در سال 81 و طی فرایندی قانونی در راستای اجرای ماموریت‌های این نهاد در اختیار یگان حفاظت سپاه قرار گرفته است. او افزود در ابتدای انتصاب فتاح به ریاست بنیاد این آمادگی برای واگذاری ملک به وی اعلام شده است. جباری ملک جماران را یک سوله مخروبه با کاربری پارکینگ دانست و از آمادگی سپاه برای واگذاری آن خبر داد. او تأکید کرد عزم سپاه برای واگذاری ملک جدی است و از بی اطلاعی رئیس بنیاد مستضعفان در این خصوص ابراز تعجب کرد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که نه تنها این ملک بلکه تمامی املاکی که در اختیار سپاه قرار دارد از جمله املاک مصادره‌ای هستند که در مقیاس وسیع در تهران و شهرستانها با هدف واگذاری به محرومین مصادره شدند و توسط بنیاد شهید یا بنیاد مستضعفان یا به مردم فروخته شدند یا آنکه در اختیار نهادهایی مانند سپاه قرار گرفتند. در همین حال حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای روحانی نیز در واکنش به اظهارات فتاح ضمن انتقاد از عدم شفافیت بنیاد مستضعفان از اظهارات فتاح در خصوص تصمیم بنیاد به فروش املاک در اختیار این بنیاد انتقاد کرد و با کنایه به اینکه در سالهای گذشته خریداران املاک مستضعفان خصولتی‌ها، دولتی‌ها، خصوصی‌ها و مستکبران بودند، از اینکه در دوره جدید هم املاک بنیاد مستضعفان توسط چنین اشخاصی خریداری خواهد شد به کنایه انتقاد کرد. موج سنگین مصادره املاک و اموال خصوصی مردم در سالهای نخستین انقلاب اسلامی تعداد زیادی از مردم را درگیر و گرفتار کرد و بنابر شواهد بسیاری از این املاک مصادره شده املاک موروثی خانواده ها بودند یا برخی از آنها املاک ناچیزی است که افراد آنها را با درآمدهای شخصی خود تهیه کرده بودند.
در اوایل دهه 80 موج واگذاری این املاک به بخش خصوصی انتقادات زیادی را به دنبال داشت. در حالی که وضعیت کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و تقریباً تمام خانواده‌های ایرانی را با وجود محدودیت‌های شدید فردی مبتلا کرده است، دولت همچنان بر ادامه روند فعلی و تداوم فعالیت عادی در سطح کشور تاکید دارد و نه تنها هیچ گونه مقابله جدی با نقض کننده های قوانین مربوط به کرونا صورت نمی گیرد و بسیاری از افراد همچنان بدون ماسک در سطح شهر تردد می کنند، بلکه اقدامات محدود کننده ای نیز در این راستا توسط دولت صورت نگرفته است. و در حالی که ماه هاست در مورد انجام یا عدم برگزاری کنکور بحث شده و دولت فاقد برنامه برای تصمیم گیری بوده، در نهایت اعلام کرد که آن را به تعویق می اندازد. با این وصف تعویق در برگزاری کنکور با وجودی که با هدف مراعات پروتکل های بهداشتی برای دانش آموزان صورت پذیرفته است، مورد نارضایتی گسترده ای قرار گرفته و بسیاری از افراد اقدام دولت در خصوص تعویق کنکور را نه از سر خیرخواهی به منظور حفظ امنیت شرکت کننده های کنکور، بلکه ناشی از بی‌نظمی و عدم مدیریت دولت دانسته و تاکید کردند که دولت می توانست با حفظ ملاحظاتی کنکور را با حفظ پروتکل های بهداشتی در زمان مقرر برگزار کند. این در حالی است که برای برگزاری کنکور امن باید فاصله حداقل 2 متری بین شرکت کننده ها مراعات شود که در بسیاری از حوزه های برگزاری آزمون و شهرها با توجه به محدودیت امکانات چنین امکانی وجود ندارد. انتقادات فراوان به خاطر تعویق در برگزاری کنکور در حالی عنوان می شود که بسیاری از این افراد تاکنون بارها دولت را به خاطر عدم اعمال محدودیت در تعاملات شهری مورد انتقاد قرار داده و بارها بر ضرورت تعطیلی تاکید کردند. در این حال به نظر می رسد که تعلل دولت در تصمیم گیری قاطع در این خصوص از جمله دلایل اصلی انتقاد از دولت در این رابطه است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره تلاش وزارتخانه مطبوع خود به جهت استرداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های کشورهای مختلف گفت: ما برای استرداد پول‌های بلوکه شده کشورمان مذاکره انجام می‌دهیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. به گفت روش‌های مختلفی برای بازگرداندن پول از طریق تهاتر یا خریدهایی از کشورهای مورد نظر وجود دارد و افزود انواع روش‌ها طی این چندین سال برای بازگرداندن پول‌های کشورمان از دیگر کشورها پیدا شده و ما هم مطمئناً از آنها استفاده می‌کنیم. ظریف همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون نسبت به بازگرداندن بخشی از مطالبات مالی خود از دیگر کشورها موفق بوده ایم گفت: در برخی موارد بله، اکنون چند کشور مقداری از پول ما را بازگرداندند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در عمل پولی به ایران بر نگشته است و در تهاتر اجناس و کالا نیز اکثرا به قیمت‌های بسیار زیاد به ایران فروخته می‌شود. واقعیت این است که ایران با سیاست خارجی فاقد برنامه هزینه زیادی را بر مردم تحمیل کرده است و درآمدهای ناشی از فروش نفت به ثمن بخش به دولت‌های خارجی واگذار می‌شود. علی ربیعی روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگاران در مورد سخنان دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر امکان توافق سریع با ایران در صورت پیروزی مجدد وی در انتخابات نوامبر گفت: آقای ترامپ 4 سال فرصت داشت که با انتخاب یک مسیر درست، توافق شده و قانونی دیپلماسی موفقی را با ایران آغاز کند. او نه تنها این کار را نکرد، بلکه بدترین خطاهای آمریکا را در دهه‌های گذشته مرتکب شده است. وی افزود حتی اگر ترامپ برای بار دوم انتخاب شود، تا وقتی به سیاست فشار بر ایران ادامه دهد، هیچ موفقیتی در رسیدن به توافق به دست نخواهد آورد. وی گفت
در صورت تداوم سیاست خصمانه علیه ملت ایران آماده ایم که مقاومت حد اکثری ایران را تا هر زمان که نیاز باشد ادامه دهیم. به یفزود اگر ترامپ در مسیر جبران اشتباهات گذشته جدی باشد از آن استقبال می کنیم. اما به نظر نمی رسد که ادعای اخیر او هدفی فراتر از جلب رأی در انتخابات داشته باشد. ربیعی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پیامدهای ارائه قطعنامه آمریکا به شورای امنیت برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران گفت: آمریکا به اعتراف رهبرانش از برجام خارج شده و تا زمان بازگشت کامل به آن و انجام تمامی تعهداتش هیچ حقی چه در ارتباط با متن توافق و چه مرتبط با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در حمایت از آن ندارد. به یفزود آمریکا می‌خواهد با استفاده از اهرم شورای امنیت علیه شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای چند جانبه اقدام کند. به خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران آماده اثبات این موضوع است که کمترین مسامحه‌ای در ارائه پاسخی متناسب و قاطع به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و غیرقانونی نشان نخواهد داد. ربیعی و دولت روحانی به گونه ای سخن گفته که گویی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی و رابطه با آمریکا دولت نقش تصمیم گیرنده دارد، در حالی که در رابطه با آمریکا فقط رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده است. علاوه بر این دولت روحانی به این سوال پاسخ نداده که چرا وقتی ترامپ از برجام خارج نشده بود و در سازمان ملل متحد تقاضای ملاقات با روحانی را کرده بود او حاضر نشد ملاقات را انجام دهد. به گزارش CNN، حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، به دنبال انفجار اخیر بندر بیروت، دوشنبه شب استعفای خود و دولتش را به طور رسمی اعلام کرد. وی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم لبنان استعفای خود و دولتش را اعلام کرد. او به دنبال استعفای سعد حریری در پی اعتراض‌های پاییز سال گذشته در جایگاه نخست وزیری قرار گرفت. پیش از استعفای دولت دیاب، برخی نمایندگان در پارلمان لبنان و چند وزیر کابینه از جمله وزیر اطلاع رسانی لبنان، وزیر محیط زیست و توسعه اداری و وزیر دادگستری لبنان به طور رسمی از مقام خود کناره‌گیری کردند. میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، با پذیرفتن استعفای دیاب، وی را تا تشکیل دولت جدید در سمت نخست وزیر موقت برای اداره امور منصوب کرد. در این میان همچنان تظاهرات در خیابان‌ها ادامه دارد، هرچند از دامنه تظاهرات کاسته شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که سازمان ملل متحد با هر شیوه ممکن به پشتیبانی از لبنان در رفع مشکلات کنونی ادامه خواهد داد. به یفزود سازمان ملل متحد بیش از 10 میلیون دلار برای لبنان تامین کرده است. 20 تن لوازم مورد نیاز پزشکی تامین شده توسط سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 5 آگوست به بیروت رسیده است. برنامه جهانی غذا نیز آرد، غلات و سایر مواد لازم را به منظور کاهش کمبود مواد غذایی محلی به لبنان انتقال داده است. گوترش از همه کشورهای کمک کننده به لبنان تشکر کرد و در این حال از جامعه جهانی دعوت کرد تا همچنان سخاوتمندانه به کمک‌های خود ادامه دهند و از همه افراد آسیب دیده لبنان پشتیبانی کنند. در این میان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در آستانه سفر خود به لبنان گفت فاجعه بیروت نتیجه سوء مدیریت و اهمال کاری است و پیش از هر گونه تصمیم گیری باید به مسئولان لبنان مهلت داد رویکرد جدید سیاسی اتخاذ کنند. وزیر خارجه آلمان با اشاره به کمک‌های مالی اضطراری به لبنان که در کنفرانس روز یکشنبه پاریس به تصویب رسید گفت این کمک‌ها مشروط نخواهد بود زیرا امدادی است و هرگز به دولت داده نخواهد شد. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل کمک‌ها را به طور مستقیم به آسیب دیدگان تحویل می‌دهند. افزون بر این کشورهای اروپایی امکان کمک‌های اقتصادی بیشتر را دارند و در صورتی که لبنان اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد این کمک‌ها را نیز دریافت می‌کند. وزیر خارجه آلمان از بی‌ثباتی سیاسی در لبنان پس از انفجار بیروت ابراز نگرانی و تأکید کرد نباید اجازه داد چنین اتفاقاتی بیفتد. به
گزارش رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در واکنش به افزایش هواداری از جدایی طلبان اسکاتلند از بریتانیا در خصوص عواقب تجزیه بریتانیا هشدار داد. جانسون گفت اگر پیوندهایی که چهار ملت تشکیل دهنده بریتانیا را در کنار هم قرار داده است بشکنند، ضعیف‌تر خواهیم شد. وی گفت چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد، بریتانیا قدرت خود را از دست خواهد داد. او افزود اتحاد در پادشاهی متحد برای من بزرگترین مشارکت سیاسی است که تاکنون جهان به چشم دیده است. به یفسود شرم‌آور خواهد بود اگر این قدرت و این جادوی اتحاد را از دست بدهیم. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و ناهماهنگی و تفاوت روش بخش‌های مختلف بریتانیا در مبارزه با ویروس کرونا موجب افزایش تمایل دستیابی به استقلال در اسکاتلند شده است. نشریه هیل در گزارش تازه خود به موضوع خروج سربازان آمریکایی از افغانستان پرداخته، موضوعی که طی ماه‌های گذشته بیش از هر زمان دیگری مورد بحث بوده. فوریه گذشته ایالات متحده آمریکا طی توافقی با گروه طالبان تصمیم گرفت تا اواسط ماه جولای شمار سربازان خود مستقر در افغانستان را از 12,000 نفر به 8,600 نفر کاهش دهد. این توافق تأکید می‌کند که آمریکا تا ماه می سال 2021 کلیه سربازانش را از این کشور خارج خواهد کرد. خط مشی ایالات متحده آمریکا در دوران رهبری پرزیدنت ترامپ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده. این مسئله در سخنان آقای ترامپ بارها مطرح شده، از جمله او پیشتر گفته بود که پس از 19 سال زمان آن فرا رسیده که افغان‌ها خود نقش پلیس کشورشان را بر عهده بگیرند. هرچند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان قطعی به نظر می‌رسد، اما آقای ترامپ تاکید می‌کند که ما اگرچه از افغانستان خارج می‌شویم، اما واضح است که از دور شرایط را تحت نظر خواهیم داشت. در همین ارتباط نشریه هیل روز دوشنبه از قول مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نوشت هزاران سرباز آمریکایی دیگر آماده هستند تا از افغانستان خارج شوند. آقای اسپر در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفته است تعداد سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا ماه نوامبر به کمتر از 5,000 نفر خواهد رسید. نوامبر ماه سرنوشت ساز برای ایالات متحده آمریکاست و به ویژه آقای ترامپ. به نظر می‌رسد پرزیدنت ترامپ قصد دارد درست در آستانه انتخابات با کاهش دادن شمار سربازان آمریکایی حاضر در افغانستان به کمتر از 5,000 نفر به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی 4 سال پیش خود نزدیک شود و بدین طریق افکار عمومی را به سمت خود متوجه و به ویژه طرفدارانش را از این بابت راضی نگاه دارد. هیل می‌نویسد مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند که هر گونه عقب نشینی مبتنی بر شرایط است. مارک اسپر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز میگوید ما اکنون فکر میکنیم که میتوانیم تمام ماموریت‌های اصلی را انجام بدهیم. او میگوید مهمترین چیز در شرایط کنونی این است که ایالات متحده آمریکا مورد تهدید تروریست‌های خارج از افغانستان قرار نگیرد. نشریه هیل مبادله 400 زندانی طالبان که روز چهارشنبه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفت را بخشی از این توافقنامه صلح می‌داند. از آن سو زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان نسبت به تحولات پیش رو ابراز امیدواری می کند. اگرچه برخی هنوز نگران از تحرکات و حملات مدام طالبان هستند، اما آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که چنانچه لازم باشد به صورت ضرب العجل می تواند در آنجا حضور یابد. شبکه خبری CNN هم پیشتر در ماه ژوئن در گزارشی عنوان کرده بود که ایالات متحده آمریکا کاهش نیروهای خود از سطح 8,600 نفر به 4,500 نفر را در دستور کار دارد، رقمی که در مقایسه با آغازین روزهای جنگ افغانستان کمترین تعداد سرباز آمریکایی در خاک این کشور است.